صبح زیبا و دلنگیز شما بیننده های عزیز ما بازم بخیر باشه شما را خوش آمدید میگم به بخش ذهن و در این بخش و برنامه در رابطه با یکی از موضوعات صحبت میکنیم که همیشه در ذهن ما وجود داره ای که چطور میتونیم یک زندگی موفق و خوشبخت داشته باشیم در کنار از ای که حس موفقیت در زندگی داشته باشیم در کنارش هم باید حس خوشبختی داشته باشیم چه مسائل بالاخره سبب میشه که موفقیت و خوشبختی را از زندگی ما دزدی میکنه و چه کارهایی سبب میشه که ما روز روز زندگی خود را موفقتر نسبت به گذشته میبینیم تمام این موارد را صحبت میکنیم با آقای جمشید حقمل روانشناس که همین لحظه در استودیو با ما هستند آقای حقمل سلام صبحتان بخیر بسیار خوش آمده السلام علیکم جناب رسول به با شما و تمام همکارای تکنیکی تون و بیننده های عزیزی که همین اکنون برنامه صبح زندگی تلویزیون هریانا را تماشا میکنند بسیار امید انشاءالله که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید و باشه. سلامت باشید خب خوشبختی از دید هر فرد میتونه تعریف متفاوت داشته باشه بعضی ها خوشبختی را ای می که یک لباس نو میخرن خرند ها هم فکر میکنن کنند زمانه که تحصیلشان را تمام کردن خوشبخت هستند یعنی هر فرد می تواند تعریف متفاوت داشته باشند حالا تعریف شما از خوشبختی چه است؟ بسیار دیو تشکر واقعا رستمی صاحب عزیز خوشبختی یک موضوعی است که امروز اکثر جوانای ما برادرای ما خواهرای ما بسیار پشتش سرگردان هستند و دانشمندایی که در دا این مورد تحقیق کردن واقعا یک تعریف بسیار زیبایی را برای کردن گفتن که خوشبختی در ثروت فراوان در جاه و مقام و منصب در فرزندان زیاد و کسب مادیات دنیوی و افزودن دانش مادی نیست بلکه خوشبختی پدیده معنوی است که با چشم سر دیده نمی شود و به مقیاس ها یادی قابل اندازه نیست و نمی آن را در گنجینه ها و دفینه ها یافت و نه هم می تان او را به دلار و دینار خرید بلکه خوشبختی چیزی است که در بین پوست و قلب انسان حس می شود که عبارت از صفای دل، آرامش قلب و فراخی سینه و آسایش وجدان است. یکی از مرد یکی از مردان برای همسرشون بسیار با لحن تندامیز برش میگه که ما تو را بدبخت میسازم و خانمشون بسیار با آرامش میگه که تو نمیتونی ما بدبخت بسازی همان که نمیتونی ما خوشبخت بسازی و همسرش برش میگه که چرا میگه چون خوشبختی ما در حقوق ماهیانی ما نیست که سر ما قتش کنی و همچنان خوشبختی ما در زیورالات و جواهر آلات نیست که تو را سر محروم کنی یا سرما بند کنی خوشبختی ما چیزی است که نه تو و نه هیچ کسی در دنیا در او دخالت داشته میتونه بعد مرد متحیر میشه پس میگه خوشبختی تو چی هستی و ای بسیار قاطعانه جواب میده که خوشبختی ما ایمان ما هست که در قلب ما وجود داره و جز خالق ما هیچ کسی بر قلب ما سیتری ندارد بسیار زیبا خب بعضا هم به این باور هستن که داشتن پول و سروت داری و مقام میتونه اونا را خوشبخت بسازم ولی بس افراد هستن در جامعه که زندگی میکنن یعنی از لحاظ مالی هم وضعیت خوب دارن کامل. و هیچ کنار مشکل ندارن ولی بان با هم خودشان را خوشبخت فکر نمیکنن, نمیکنن. اما برعکس تعداد زیاد از افراد هستند که با وجود همه مشکلات در زندگی بازم مهم. حس خوشبختی دارن و فکر میکنن که خوشبخت ترین فرد دنیا هستن یعنی تمام این موارد از ذهن خودشان سرچشمه میگیره ده 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 ده. خب حالا چطور یک فرد میتونه در زندگی موفق باشه مهم. و در کنارش هم خوشبختی را پیدا بکنه و حس را در قلب و در ذهنش داشته باشه بسیار شکر مسئله است که خیلی مهم زمانی ما میتونیم به زندگی خوشبخت و به زندگی موفق برسیم که به منابع درست واقعی و اساسی سر بزنیم منابع درست واقعی و اساسی خوشبختی کجا هست جناب رسول صاحب عزیز ما در یک مثال براتون توضیحات بدم ما شما یک تلفن در نظر بگیریم این تلفن ساخته شده یک شرکت است افراد متخصص معمارها و انجینرهای متخصص روی او کار کرده. و برای یک سیستم خیلی فوق العاده ساخته تا با اساس زمانبندی دقیق از خود کار بکنه فعالیت بکنه چارچ نگاه بکنه خراب نشه و فیلم برداری بکنه عکس بگیره ویدیو بکنه و همچنان پیام ها را رد و بدل بکنه و به می شکل اینترنت زمانی که تلفن به با بازار عرضه میشه رسول سبیگرامی در پهلوی او یک کتابچه کتلاک هم می باشه در جهان بیرون مردم وقت پیش از اینکه از تلفن استفاده بکنه یک بار ما کتاب از رو باز میکنه و تمام معلوماتش رو میخونه تا پی ببره تمام معلوماتی که در مورد تلفن ارائه شده که تلفن چی کوایف داره چقدر وقت کار میکنه چی وقت اکسپایر میشه چقدر چارج نگاه میکنه, میکنه بیتری ازی تمام موارد ازی بعد بسیار با سادگی و بسیار براحتی میتونه که تلفن استفاده بکنه حال رسول صاحب عزیز مثال به خاطر ارائه کردم که ما بیایم من حیث یک انسان وقتی پا به عرصه زندگی گذاشتیم و پروردگار بزرگ ما را به دنیا فرستاده امین کتاب چی کتلاق ما چی است ما چی وقت خوشبخت میشیم و چی وقت بدبخت میشیم چی وقت میتونیم موفق باشیم و چی وقت میتونیم ناکام باشیم چی وقت میتونیم آرام با سکون آرامش و سکون داشته باشیم و چی وقت میتونیم ناآرام باشیم اینجا میایم که اگر انسان تلاش بکنه از تعقل و تفکر استفاده بکنه اما کتلاک واقعی زندگی خود پیدا میکنه که او کتلاق جز قرآن عظیم شان کلام الهی بهترین کتاب ها در طول تاریخ بشریت چیزی دیگه بوده نمیتونه اونجاست که انسان وقتی با قرآن چنگ میزنه و برنامه الهی که الله جل عظمته بر ازو نظر گرفته و برش گفته که خوشبختی تو چون حدیث پیغمبر صلی الله و علیه و سلم از کمی قلب انسان در دو انگشت الهی قرار داره به هر سمتی که بخوای او را سوق میته یا انسان خوشبخت میسازه یا بدبخت این ربط فرد داره که حالا فرد چی میخواد و زندگی برنامه زندگی خودت چگونه عیار میسازه به ما داره که ما در حقیقت از زندگی چی میخوایم و چی کنم میتونیم که برنامه زندگی خدا بسازیم متاسفانه امروز اکثر جوانای ما اکثر مردم ما منبع اصلی و اساسی که قرآن عظیم شان است و او رمز موفقیت انسان هاست او را ترک کرده با کتاب هایی که فرعی نوشته شده و اصل موضوع از ترک شده و اونا کسایی هستند که در خیالات صحبت میکنه اصل موضوع خوشبختی که دین او را ارائه میکنه و خالق ما که از ما آگاهی داره از حجره حجر وجود ما او را ما کردیم وقتی به فرات میریم نه تنها که ما را به خوشبختی رسانه بلکه چند دین برابر ما را بدبخت می سازه چندین برابر و فرسنگ ها ما را از لس مقصد دور می سازه پس اگر ما چنگ بزنیم با قرآن عظیم و شان با برنامه زندگی و راهنمودهایی هایی که الله جل عظمانهو در کلام مبارکش بر ما کرده و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک برنامه کامل زندگی تحت چارچوب نظام و شریعت اسلامی است او را تطبیق بکنیم ما براتون اطمینان میتونم چی شما در ثروت باشین چی در فقر چی در مقام و موقف باشین چی به مقام و موقف چی ب... قد بلند و قواره زیبا و اندم اندامی باشین و چی از شما یک انسان خوشبخت یک انسان آرام و در سکون می باشین بسیار خوب پس همه موارد برمیگرده از قلب یک انسان که آیا هدفمند هست و یا هم زندگیش را به بی هدف سپری میکنه و وقتش را زایی میکنه ده. حالا میشه بر ما بگوین که ما چطور میتونیم یک برنامه ریزی خوب داشته باشیم و یک هدف مشخص در زندگی بر خود اختیار بکنیم تا به خاطر رسیدن به اهداف ما همیشه تلاش بکنیم و از وقت خود استفاده مؤثر داشته باشیم بسیار تشکر موضوع به داشتن هدف مشخص و واضح چرخاندین. ا اکثر د دانشمنډای غربي بسیار مشهور او معروف گفتن ک انسان زمونه کې به دنیا اومده د روی هدف واضح او مشخص نهست و عموته هرځه اومده او هرځه ميره ولی پروردګار بزرگ در قرآن از مشان په یک آیه او په یک قسمت از آیات اې اي سواله جواب میده دیگر می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون آیا شما گمان برده اید که ما شما را عبث آفریدیم و شما برگشت ندارین بر ما پس یک سوال اینجا حل میشه که انسان عبث نشده بلکه با یک ماموریت و یک هدف خاص فرستاده شده مثل دوم روی هدف است رسول سوی گرامی ما در زندگی باید اهداف اساسی و اهداف فرعی را شناسایی بکنیم کدام هدف هدف اصلی زندگی ماست و کدام هدف در رسیدن به هدف اصلی ما را کمک میکنه که میذاریم اهداف فرعی بگوییم هدف اصلی را الله متعال 1400 سال قبل بر انسان ها بیان کرده جایی که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نیافریدیم انس و جن را مگر بر عبادت پس انسان زمانی که به دنیا آمده و اگر میخوای در مسیر خوشبختی و موفقیت گام برداره و اگر می انسان هدفمند باشه پس منظور ازی هدف زندگی ازی از در تمام حالات زندگی باید عبادت الله جل او باشه که عبادت بحث بسیار بزرگی هست که دوستا فقط را فکر نکنه که یعنی 24 ساعت نماز خواندن و همیشه روزه گرفتن و حج رفتن نه عبادت همین حالا من و توی که الحمدلله شما واقعا یک خدمت بزرگی به جامعه تقدیم میکنین رسانه های الحمدلله امروز افغانستان در خدمت مردم افغانستان هستند مشکلات روحی روانی و مشکلات دیگه حل میکنه. اگر من و تو به خاطر رضای پروردگار و به خاطر خدمت به خلق الله در اینجا نشستیم و صحبت میکنیم و میخوایم مشکلات مردم و به خاطر رضای پروردگار حل بکنیم این عبادت است و پروردگار هم ما را خوشبخت میسازه و هم در آخرت و در دنیا ما اجر نصیب میگردانه سلامت باشین قلبا سپاس از حضور شما در برنامه و اگر آخر گفتنی و پیام از شما باقی مانده باشه سلامت باشین فقط پیام ما من یک استاد جامعه استاد کوچک جامعه به تمام مردم عزیز افغانستان به تمام جوانان برای خواهرای ما که امروزه در شرایط خیلی سخت زندگی میکنه و بسیار احساس خفگی و ناامیدی میکنه ما برشنیر میگم که شما صبور باشین انشالله الله جل و خیلی ذات مهربانی است و ای وعده الله است که میفرماید ف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا بدون شک بعد از هر سختی آرامش و بدون بعد از هر سختی سکون و خوشبختی وجود دارد درهای مکاتب بریتان باز میشه درهای پنتونا بریتان باز میشه شما دوباره به تعلیم و تحصیلتان رجوع میکنین به کارهایتان و ان که روز میرسه زندگی خوشبخت و مولا شادی و خوشی در کنار خانواده عزیزتان سپری میکنه ان بسیار بس تشکر سلامت باشین اوقات خوب و خوش بر خاطر از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این لحظه در کنار ما هستین فراموش نکنین تا لحظات بعد دومین گزارش زنده است حفیظ امیری را تقدیم شما عزیزا خواد کردیم فعلا هم وقفه بسیار کوتاه میگیره